بب ارزم به حضور شما که با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبانی هستم. در این روز چهارشنبه دوم نوامبر 2016 خوشحال و خرسند از اینکه این برنامه ها مورد توجه شما نازنینان واقع شده است و سپاس داریم از اون دسته از عزیزانی که با مهر خودشون نسبت بهتر شدن برنامه ها به ما یاری میرسه. همطوری که شما نازنینان از طریق مانیتور کامپیوترت یا از طریق تیوی باکس های مختلف برنامه رو دنبال میکنی یا از طریق آیپد و آیفون، متوجه هستی که با آقای فرامرز دادرس گفتگو میکنی. شمایی هم که از طریق تلفن های 712 و یا از طریق تیونینگ رادیو پیگیر برنامه هستی، به عرضت برسانم که همطور که مطلع شدید با آقای دادرس گفتگو خواهیم کرد. علت حضور آقای دادرس، میدونی که ایشون به حال به مسائل نظامی اطلاعات داره، علاقمنده و این مسائل رو دنبال میکنه و مسئله ای که وجود داره این داستان این هستش که بالاخره آیا آمریکا به ایران حمله میکنه نمیکنه. یه دی نشسته منتظر آقای ترامپ رئیس جمهور آمریکا بشه و بیاد حمله کنه. اون یارو مرده امزپور یا آدم معلومی در واشنگتن میگه این به من گفته، به من قول داده که همین کارو میکنه و منم میکنه، رهبر خودش به من گفته. مثلا تعجب میکنم از این آدما که چقدر کوته بینن. بارها به این نکته اشاره کردم که آقا جهان تغییر کرد. ما در اصل این داستانم از سالهای زود آغاز شد. یکی از دیشب یه فیلمی رو نگاه میکردم، میدونی که این روزا مصادف است با ماجرای جنگ کره و اینکه آمریکایی‌ها در اونجا هم شکست خوردن و چجوری چینی‌ها اینا رو در تله‌های مختلف قرار میدادن. یک فیلم PBS نشون میداد و خب کانال PBS یک کانال در حقیقت غیر دولتیه، غیر وابسته است و میشه تا حدودی، تا حدود بسیار زیادی به داکیومنتاش اعتماد کرد و نشون میداد که و این باقی مونده های از اون دوران که چه فلاکتی کشیدن در سرمای سخت در این کوههای برفگیر کره گیر کرده بودند و اینا ادهی اصلا یخ زدن، ادهی دست و پاشون رو از دست دادن بخاطر اینکه سیاه شده بود در سر سرما و اینا و چجوری شبها تمام منطقه رو چینی ها می گرفتن و روزها چینی ها به لاک خودشون پناه می بردن و با چه مکافاتی بالاخره یه گروهی رو یه جنرال آمریکایی تصمیم می گیره بره به منطقه برای اینکه تیم خودش از نیروی دریایی همین مارین و این حرفا اونجا گیر کرده بودن و تفنگدارای دریایی آمریکا که نیروهای زبده هستن دیگه، اینا خبره های جنگشون. و این جنرال میره و یه مسیری رو بالاخره با حمایت جنگنده ها و بمباران و اینا که گاهن این بمباران ها اشتباه صورت میگیره، یکی دو بار هم خودشونو زدن و اینا نمیم چند هزار نفر نیرو رو یادم نیست دقیق الان بهت بگم که آره فردا یخمون نگیری بگی که چرا نگفتی، چرا اشتباه گفتی. اینا رو از اونجا بالاخره آوردن بیرون. آمریکا در ویتنام همین داستان رو داشت، در جاهای دیگه، ولی تفاوت چونه که اینا ثبت میکنن، ضبط میکنن، مطالعه میکنن. مراکز نظامی اینا بیشترش مرکز آموزشی CIA آمریکا یک دانشگاهه و اصلا تو علوم مختلف آدم میگیرن، نه مثل وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی یا ساواک شاه که فقط داغ و درفشو بلده، بلکه مراکز علمی هستن، مراکز تحقیقاتی هستن.
و به حال آمریکا صاحب تجربه است. امروز اوباما میگه من نیازی نیست که ما نیرو بفرستیم به منطقه. نگاه میکنیم اونی که در یه باتلاقی که تو اونجا وجود داره، روسیه هست، جمهوری اسلامی هست، همه هستن، ولی آمریکا دیگه ازش اونگونه خبری نیست. یه بارم یکی از همین گویندگان معتبر در تلویزیون آمریکا در ماجرای افغانستان اعتراض کرد و گفت آقا این که جنگ نیست، شما نامردی، شما رو هوا میری از پشت اینا رو میزنی بعد برمیگردی خونه سالم. این جنگ قدیم خوب بود که جنگ تن به تن بود، با هم کشتی میگرفتن، و به خاطر این اعتراضی که کرد اون رو از کار برکنار کردن، عذرخواهی کرد، بازم نپذیرفتنش. اما یه واقعیت، یه نکته قبل از اینکه برم خدمت آقای دادرس، به عرض این دوستمون آقایی که از تورنتوی کانادا زنگ میزنه و فقط اعتراض داره، از شاه پرستان است و فقط به من اعتراض میکنه، هیچ نقطه مثبتی در طی این 9 سالی که من این تلویزیون دارم ازش ندیدم، هیچ وقت نشیدم یه چیزی بیان کنه که، و برام جالبه که تمام برنامه های من هم دنبال میکنه و مرتب فوش میده که تو نمیدونم دوست من، عزیز من، من اینایی که ازشون دعوت میکنیم، از آقای دادرس، از آقای شاهینپر، از دیگری، اینا اولا مهمان هستن و حرمت مهمان واجب است. من اگه پاچه اینو بگیرم، دست اونو بشکنم، سر اون یکی رو ببرم، چی جا میمونه از این صحنه خونی؟ خواهش بده همه بیان حرف بزنن، شما قضاوت کن، شما نپذیرید، بگو آقا این آقا اینجوری گفت، حرفش غلطه. شما مواضعه من رو دیگه آشنایی، میدونید من نسبت به مثلا ابراهیم نووی چجوری فکر میکنم، یه جوالق ولد زنای دروغگویی است که تمام تاریخش رو دروغ گفته، همیشه هر چی از جامونده دروغه، این اعتباری نداره. حالا اگه آقای شاهینپر اون رو مرد فرهیخته میدونه، نظر آقای شاهینپر، نظر من نیست، من نظرم نسبت به ابراهیم نووی هرگز عوض نمیشه. و همه اخیراً به دروغ گفت من میخوام برگردم ایران، مثل اون آقای جهانشاهی، امیر حسین جهانشاهی و ماجرای متی و اون کنفرانس ها و اون مرد ثروتمند. مگه فوش نداد به همه ما؟ مگه نگو من نوروز میرم ایران؟ 2 نوروز پیش، نه این نوروز همین امسال، نه نوروز پیش قرار شد بره ایران. چی شد؟ کجاست؟ رفت ایران؟ به همه هم فوش داد و گفت شما همه احمق و نادانی، من میخوام برم ایران خدمت کنم به وطنم. او رفت؟ او دروغه، من دیگه چه اعتباری به این بدم؟ اصلا معتی پتی رو همه رو فراموش کن، همین دروغش برای من کفایت میکنه. هر وقت به منمش یه جایی حرفی بزنه میگه آقا تو آدم دروغه‌ای هستی، حرفت قابل قبول نیست برام. گوش بده، تحمل کنیم، هم یاد بگیریم که بشنویم حرف هم دیگر. عرضم به حضور شما که بریم پیش آقای دادرس و بپرسیم که این اوضاع احوال چیست. آمریکا، آقای مرد ترامپ میخواد حمله کنه به ایران، نظام ایران رو پشت رو کنه، خانم کلینتون میخواد همین کارو بکنه، همه میخوان همین کارو بکنه، در حالی که ما میبینیم که باهاش موافقت میکنه، پول در اختیارش میذاره و اصلا به صراحت میگه آقا من یه کشور فرو ریخته دیگر رو در منطقه تحمل نخواهم کرد، اصلا دنبال براندازی نظام نیستم، من یه شیر بیال و دم و اشکم میخوام که اونجا باشه، کاری به کارش ندارم، ولی دست اندازی نکنه، فضولی نکنه. اینا دراکتور این همه خرج کرد، میگفت من یه یا حسین تا قله فاصله دارم، این نمیگفت این حرفا رو، یه یا حسین رسیدیم سر قله، درشو گل گرفتن، اما رو ازش پس گرفتن. حالا خامنه‌ای بشینه اونجایی بگه آمریکا دژمن. میشل آن در لبنان، کشوری که 30 ماه 2.5 سال بدون رئیس جمهور بود، برای اینکه میدونید تقسیماتش فرق میکنه،
اینا رو آقای دادرس بیشتر برامون توضیح میده. رئیس جمهور حتما باید از مسیحی ها باشه، مجلس باید در اختیار اون گروه باشه، شیعیان باید نقش داشته باشن. یه مملکتی است که چند سال از 1940 به بعد اینجا درست شده دیگه، یعنی 30 سال قبل از اینکه این کشورهای قطر و عمان و ابوظبی و اینا درست بشن، دبی و اینا درست بشن، 30 سال قبلش اونجا درست شد، یه 20 سال قبلش سوریه درست شد. اینا کشورهای نوان، قبلا به اینا میگفتن منطقه شامات، فلسطین و شامات، اصلا از این عراق اینا خبری نبود و اینا منطقه همین شامات محسوب میشدن. به همین دلیل هم اونا اسم خودشونو گذاشتن دولت اسلامی عراق و شام، همون شامات است. بریم پیش آقای دادرس، وقت رو بیش از این ضایع نکنیم. از طرف خودم شما خوبان علاقمندان، ضمن سلام و تشکر از حضورش در برنامه، میخوام که تحلیلی بده به ما و این اوضاع رو برای ما تعریف کنه، ببینیم که او این صحنه رو چجوری میبینه. آقای دادرس در مورد یمن معتقد بودش که این عربستان قادر نیست که در این جنگ پیروز بشه، خرج میکنه ولی موفق نیست. میبینی که حوثی ها از اونجا نمیدونم حالا موشک زدن، گفتن اینا به سمت مکه زدن، نمیدونم اگه مسلمونن چرا مکه را هدف قرار گرفتن، از این داستان ها. ولی یه جنگی است که ادامه داره، یعنی هم ایران درش درگیره هم عربستان درش درگیره. آقای میشل اون که در اونجا انتخاب شده با حمایت حزب الله که یه نیروی قوی سیاسی در اونجا، هم تروریستیه هم نظامیه هم سیاسیه، بالاخره تاییدش کرد. آقای حریری تاییدش کرد. عربستان هم امروز براش گل فرستاد و چک براش فرستاد. بریم ببینیم که داستان چیست. آقا من به شما درود میفرستم، ببخشید یه قدری متول شد این صحبت اول ما، ولی دلم میخواد که من رو ببخشید و نظر شما رو بشنوم. بفرمایید. خواهش میکنم. درود به شما و درود به بینندگان و شنوندگان همینان عزیزم. از بزرگ شما، ببینید مشکل دنیای امروز، مشکل همین گسترش روزافزون تکنولوژی های نوینه، در واقع با مؤلفه‌های فرهنگی که امروز در جوامع بین المللی گسترش پیدا کرده، هر روز تعداد بیشتری از مردم از واقعیت ها فاصله می گیرن. و اگر شما برخی برخوردها و اظهار نظرها رو می بینید، اینها می تونم بیشتر بگم اینها جنبه احساسی دارن تا جنبه عملی و علمی. این است که این گونه افراد که متاسفانه الان بخش مهمی از، البته نمیخوام بگم همه مردم ایران، چون همه مردم ایران دسترسی به این تکنولوژی نوین ندارن، من بخش مهمی تقریبا میتونم بگم اکثریت مخالفین جمهوری اسلامی رو که بخش مهمشون هم در خارج از کشور ساکنن، ما رو به عنوان پناهنده، اقامت، نسیونالیته، هرچی که هست، اینها با یه شرایط بحرانی به سر میبرن که نامش رو میشه گذاشت فراواقعیت. یعنی این گسترش روزافزون تکنولوژی نوین و اینترنت، رسانه های دیداری و شنیداری و نوشتاری، باعث شده که در واقع یک فراواقعیت در بین هممیهنان ما وجود بیاد، که این هم در نتیجه یا رویکرد ناتوانی خود آگاهی است. یعنی توانایی خود آگاهی رو در تشخیص واقعیت از توهم یا خیال به نوعی از بین برده. بنابراین این اظهار نظرها در مورد این که فلان شخص میاد رئیس جمهور میشه، حمله میکنه، میگیره یا واگذار میکنه به فلان کس، تاج رو بر سر این یا اون یکی میذاره، اینا همه ناشی از یک نوع، البته نمیخوام اینو نتیجه گیری بکنم به عنوان اینکه یک بیماری روحی است، نه، این یک مشکل در واقع تشخیص بین واقعیت و توهم یا خیاله. اما
معمولا آدم ها برای رسیدن به این فراواقعیت کوشش هم میکنن، اینطور نیست که همینطوری بدون کوشش، اینا خیلی هم جهد و کوشش میکنن، مثل همون شخصی که شما گفتی از کانادا با شما تماس میگیره، در واقع همش در پی کوشش است که به این فراواقعیت برسه، اینا از واقعیت ها گریزانن. اما اینم جز منش های انسانی است. در دنیایی که در واقع حجم بزرگی، حجم عظیمی از رسانه ها و نهادهای اطلاعاتی، سازمان های اطلاعاتی، حالا این سازمان های اطلاعاتی میتونن سازمان های رسمی باشن در کشورهای مختلف یا نهادهایی مثل انستیتو، مرکز پژوهش، که میدونید همه اینا پشتشون به یه مسائلی بنده، اینطور هم نیست، این همه پژوهشکده و اینا به چی کار میاد، هم منبع درآمدی است برای بعضی نهادها و سازمانها که خب اگه بخوایم به اینا بپردازیم خیلی وقت میگیره، و همینی که اینها به جوامع خط میدن، سیاست رو مشخص میکنن، برای همینی که الان خود جمهوری اسلامی هم از همین ابزار داره به خوبی سالهاست بهره‌گیری میکنه. به هر حال وقتی که این حجم عظیم رسانه‌ها و نهادهای اطلاعاتی و نهادهایی که در راستای این کار میکنن، اینا قادر به تغییر در واقع وقایع روز هستند و با تجربیاتی که دارن این رو به صورت کاملا متفاوتی از واقعیت به مردم میقبولن. اما افرادی که به اینها گوش میکنن، نگاه میکنن، تحت تاثیر اینا قرار میگیرن، خودشون در پی خلق در واقع یک واقعیتی بس مبنای فراواقعیت هستن. اینجاست که اینها تمامی این اجزا و قطعات این اطلاعات و این داده ها رو میگیرن و اینها رو جدا میکنن و دوباره اینها رو از نو سرهم میکنن و اون چیزی رو که میل اینهاست و موافق فکر اینهاست، در واقع باید بگم موافق توهم و فراواقعیت اینهاست، دوباره میخوان اینو هم به خورد خودشون میدن در آغاز و هم به دیگران و حتی گاهی این رو تحمیل میکنن. این مسئله خیلی مهمه. ببینید سال هاست که سخن از این هست که امریکا به ایران، چون کشور دیگه همچین ادعایی هم نکردن، امریکا هم هیچگاه رسما چنین ادعایی نکرده، ولی گاهی گفته مثلا گزینه جنگ یا اینها هم رو میز هست. موقعی که اینها داشتن سالها، حدود 12 سال میدونید اینها داشتن با در مورد مسئله اتمی با هم مذاکره و معامله میکردن تا آخرش به همین برجام ختم شد. خب چرا امریکا بیاد در منطقه به ایران که یک کشوری است با حدود 80 میلیون جمعیت حمله کنه که چی آیدش بشه؟ این رو من بگید. اگر امریکایی‌ها، حالا برخی ها قبول ندارن که انقلابی که در ایران انجام شد به وقوع پیوست، به هر حال با چراغ سبز کشورهای مخصوصا غربی مواجه شد. البته من نمیگم که اینا اومدن مردم رو آوردن در خیابونها، اما وقتی به خاطرات، به مطالب، به اصطلاح اسنادی که در مورد چند ماهی که آقای خمینی در پاریس بود، 112 روز گمانم دقیقا در اینجا بود، و به این مسائل شما توجه بکنید، میبینید که این مخالفین، سیل مخالفین به حدی زیاد بود که اینها هم ناچار تمکین کردند و با گروه جدید ساخت و پاختشون انجام دادن. حالا اگر فرصتی شد یه روزی به این مسائل میپردازیم. من چون برخی خاطرات آقای ژیسکاردستان یا سناتور پونیاتوفسکی یا کوت دو مغانش که رئیس ضد جاسوسی فرانسه بود اون زمان و اون آقای پونیاتوفسکی وزیر کشور بود، اینا رو به فارسی ترجمه کردم و قرار است که یک مطلبی در مورد مدت اقامت آقای خمینی در پاریس و چگونه گذشت اینجا از زبان یا از دید فرانسوی ها بنویسم و اینو حالا به صورت کتابی یا جزوهی پخش کنم. در اون ما به مسائلی آشنا میشیم، برخوردهایی که هر سه این شخصیت‌ها و دیگران با خود شاه مستقیما داشتن و
گزارشاتی که از روی این برخورد و ملاقات با شاه گفتن نشون میده که اصولا حکومت ایران در اون موقع مخصوصا شاه آماده پذیرش خروج از ایران بود و تمام به قول معروف تخم‌مرغ‌هاش رو در کفه در دست غربی ها گذاشته بود و انگار که غربی ها بهش پشت کردن دیگه از زور ناامیدی ناچار بود اینو اجرا بکنه، چون خودش هم میگه که به من بگید اگر واقعا بخواید منو حمایت نکنید و منو بردارید به من بگید لااقل من یه فکری بکنم برای کاراش. حالا از این مسئله میگذریم، میایم به اینجا میرسیم که خب صحبت از اینه که حمله به ایران بشه. به چه خاطری حمله بشه؟ سال هاست که ایران با همین تنش‌هایی که در خلیج فارس و منطقه خاورمیانه درست کرده، بازار فروش اسلحه و تجهیزات نظامی صدها میلیارد دلار از طرف امریکا، حتی روسیه و چین و کشورهای غربی مثل فرانسه و آلمان و حتی اسرائیلی ها، چون اسرائیل ها حدود سال 7 میلیارد دلار اسلحه و تجهیزات در جهان میفروشن. سو اینا وارد میکنن، صادر میکنن به کشورهای خلیج فارس و خریدارای این تجهیزات نظامی گران قیمت هم همین عرب ها هستن. شما نمیتونید مشتری های به این خوبی رو در افریقا، در امریکای جنوبی، در اروپای شرقی پیدا بکنید، چون همچین مشتری خوبی پیدا نمیشه. این صدها میلیارد که در طول این 38 سالی که جمهوری اسلامی اومده اونجا روی کار، غربی ها و شرقی ها سود بردن. خب در واقع جمهوری اسلامی مدیر فروش این ابزار و تجهیزات شده برای در منطقه. و از سوی دیگر شما میدونید نفت رو اینها به همین دلیل به حدی پایین رسوندن که سال گذشته اغلب کشور غربی چندین میلیارد یورو، اطلاع دارم، اینها سود کردن، از چون اینا بودجهشون رو پیش از ارزو شدن نفت بسته بودن و نفت رو حدود 70 دلار 80 دلار در نظر گرفته بودن، ولی نفت به زیر 35 دلار هم رسید. خب اینا چندین میلیارد یورو هر کدوم کشورهای غربی اروپای غربی سود کردن، سود بردن از همین ارزو شدن نفت. خب الان هم که شما میدونید که نفت شیل و اخیراً هم گاز شیل به بازار اومده، میدونید اینها در دل سنگ ها در اعماق زمین، استخراج اینها هزینهش بالا بود، اما تکنولوژی نوین و راهکارهای جدید باعث شد که قیمت بهای استخراج نفت و گاز شیل بیاد پایین. برای نمونه یه آمار بهتون بدم، گاز، منابع گاز رو در جهان، چون میدونید روسیه با 30 میلیارد متر مکعب در سال، ایران با 15 میلیارد متر مکعب در سال دوم هست پس از روسیه، و قطر با حدود 10 میلیارد متر مکعب در سال سوم از نظر ذخایر گازی گاز طبیعی جهان. خب الان این ذخایری که در جای دیگه هم پیدا میشه، تخمین میزنن که حدود 120 سال ما در آینده در زمین هنوز گاز خواهیم داشت. اما گاز شیل که اومده به بازار و با هزینه کم، تقریبا الان هزینه استخراج نفت و گاز شیل برابر با همون نفت و گاز طبیعی که در منطقه خاورمیانه داره به دست میاد، اینها تخمین زدن که این ذخیره 120 ساله رو، البته تخمیناشون خیلی دقیق نیست ولی تا حدی به هر حال پیدا کردن که این ذخایر به 250 سال افزایش یافت. یعنی تا 250 سال دیگر در این زمین مردم گاز خواهند داشت، حالا گاز طبیعی به صورت که از تو چاهای گاز میومد یا گاز شیل که اینها سنگ ها رو سوراخ میکنن و از توی دل سنگ ها در واقع گاز رو به دست میارن یا نفت. خب بنابراین دیگه اهمیت کشورهای نفت خیز و گاز اینها دیگه از اون ارزش واقعیش افتاد. شما میبینید فاصله ای که الان امریکای آقای اوباما با کشورهای عربی به ویژه عربستان گرفته، هم فاصله داره دور میشه و همینه که سرد داره میشه. خب اینا همه
نتیجه تغییراتی است که داره در جهان اتفاق میفته و متاسفانه باز همونطور که عرض کردم مردم ما، اپوزیسیون ما، مخالفین ما چون به روز نیستن، با داده ها و اطلاعات روز سر و کاری ندارن و اصولا از پژوهش و آنالیز و خوندن و اینها تقریبا میتونیم بگیم گریزان هستند و یک عادت یه جوری پای منبری پیدا کردن که یه نفر بیاد یه چیزی رو بگه و اینها هم اگه میلشون بود، همونطور که عرض کردم میلشون هم که فراواقعیتی شده الان، اگه میلشون بود اونو بپذیرن و اونو بازگو کنن و به اونم ایمان بیارن. این است که از اوضاع احوال روز به ویژه چون این اتفاقات، تحرکات، تغییرات در پس پرده و پشت پرده داره اتفاق میفته، این چیزایی نیست که روباز باشه، هرچند که به خاطر گسترش اطلاعات و اخبار و اینترنت دیگه نمیشه مثل سابق خیلی مسائل رو پوشان و پنهان کرد. برای نمونه خدمتتون عرض کنم که یه روزی پس از پایان جنگ جهانی دوم، سازمان‌های اطلاعاتی غربی اینها 4 نوع طبقه بندی داشتن، از نظر اطلاعاتشون رو طبقه بندی می‌کردن و این طبقه بندی ها مسئلهش این بود که فقط حالا در سازمان اطلاعاتی جاری بود به جای خودش، اما اینا از نظر حقوقی و قضایی هم اگر یه موقع یکی از این طبقه بندی ها شکسته میشد و یه لو میرفت، اون شخصی که این کارو کرده بود یه مجازاتی داشت. این طبقه بندی ها از محرمانه شروع میشد، خیلی محرمانه، سری و به کلی سری. اما پس از شما خاطرتون هست که اون سرباز امریکایی، نظامی امریکایی که مسائلی رو لو داد و ایمیل ها و گزارشاتی که اینها در عراق و غیره انجام میدادن، اصولا من به شما میخوام بگم الان دیگه اون طبقه بندی اول و دوم، یعنی محرمانه و خیلی محرمانه، اصلا دیگه موضوعیت نداره. برای اینکه شما بسیاری از مسائلی رو که الان در اینترنت و روی رسانه ها، در رسانه اینترنتی مجازی و کاغذی غیره واقعی میبینید، اینها دیگه محرمانه و خیلی، ما الان مسائلی رو داریم میبینیم که طبقه بندی سری داره، حتی برخی مواقع طبقه بندی به کلی سری. همین شما ایمیل های خانم کلینتون رو نگاه کنید که اف بی آی مدت هاست که ویکیلیکس و آقای اسنودن و FBI و اینها دارن اینها رو گاهی انتشار میدن، اینا در حد به نظر من به کلی سری است. شما اون شهرام امیری به خاطر افشای ایمیل های خانم کلینتون بعد 6-7 سال که اونجا زندان بود اعدامش کردن و این ضررهایی است که به جان و مال و به قول معروف سرنوشت مردم هست. الان شما نگاه کنید این خانومی که با دستیار ویژه خانم کلینتونه، یعنی خانم هما آبدین، در واقع هما محمود آبدین که پدر هندی مسلمان داره و مادر پاکستانی مسلمان داره، ایشون سالها از کودکی در عربستان بوده و با اون سابقه هم که همسرش داره و خودش و اینها، اصلا معلوم نیست که بسیاری از اسرار امریکا اکنون در دست روسیه خیلی ساده و حتی از طرف این خانم میتونه در دست اعراب باشه، در عربستان باشه. یعنی اطلاعاتی که الان یه زمانی خود امریکایی‌ها به اصطلاح بنیانگذار نهادهای اطلاعاتی مثل سازمان CIA و دیگر نهادهاشون بودن، اینها درس میدادن به دنیا، اینا به ما درس میدادن که باید چه کار بکنیم. حالا خودشون گرفتار این بی احتیاطی های حفاظتی شدن و در واقع میبینید دیگه اون قدرت رو که در سابق داشتن ندارن. یعنی این یه شکافیه که در دل دولت امریکا، در میون دولت امریکا و در میان سازمان‌های اطلاعاتی و حساسیش اتفاق افتاده. شما برخوردهایی که در مبارزات انتخاباتی شما دارید می‌بینید، این برخوردها رو در اروپا دارن مسخره می‌کنن. برخوردها همه شده برخوردهای خصوصی، شخصی و یه جورایی برخوردهای جنسی و سکسی و افشای مسائل خصوصی یکدیگر. اینه که به هر حال در امریکا هم تغییرات بزرگی به وجود اومده و این ایرانیایی که متاسفانه هنوز در فکر تئوری توته اعتقاد دارن، هنوز به تئوری توته، بعضی جاها
از آنالیز واقعی دور میشن. اما برسیم به همین مسئله ایران و ارتباطش با امریکا و یا در منطقه. شما نگاه کنید، اشاره کردید به لبنان. خب لبنان بیش از نزدیک دو سال و نیم رئیس جمهور نداشت، اصلا حکومت مشخصی هم نداشت. من در ماه مارس یک مطلبی نوشتم در ماه مارس چند ماه پیش که در مورد لبنان بود، اگر بتونم اینو پیدا بکنم. من نوشتم که یک مقاله بود، نوشتم لبنان در چنگال حزب الله، گزارشی که خواب از چشمان سعودی ها رو بود. در اون مقاله من اشاره کردم که لبنان داره به دام حزب الله میفته، یعنی در چنگال حزب الله گرفتار خواهد شد و در نتیجه به قول معروف پدرخوانده حزب الله خب جمهوری اسلامی است، آقای خامنه ای است، بنابراین در چنگال جمهوری اسلامی خواهد افتاد. اصولا پس از اینه که لبنان مستقل شد، پس از اون قرارداد سایکس پیکو، اینا لبنان چون مستعمره فرانسوی ها بود، یک فرهنگ و شهرنشینی و ساختار فرانسوی داره. در لبنان سه گروه بودن، البته تغییراتی در این گروه ها ایجاد شده. مسیحی ها از نظر جمعیت بیشتر بودن، بعد مسلمانان سنی بودند و سپس مسلمانان شیعه. مسیحیان به طور سنتی طبق قراردادی همیشه رئیس ریاست جمهوری از آن یک مسیحی بود، پست نخست وزیری مربوط به یک سنی میشد، مسلمان سنی، و رئیس مجلس اعلی و همون مجلس شوراشون یک شیعه میشد. اما این ساختار جمعیتی در طول این 60-70 سال گذشته تغییر پیدا کرده. مسیحی ها اضافه نشدن به اون صورت، اما مسلمونا و به ویژه شیعیان جمعیتشون هم اضافه شده و تقریبا سهم‌خواهی میکنن و مایلن که این ترتیب و این سنت رو یه جوری به سود خودشون عوض بکنن و یکی از گرفتاری اینها همین در لبنان، این جنگ های داخلی و حکومت های ناپایداری که میان و میرن دلیلش اینه. اینا قانون اساسیشون هم که از روی فرانسوی ها گرفتن، رئیس جمهور به عنوان رئیس حکومت هست که اون نخست وزیر رو تعیین میکنه که نخست وزیر رئیس دولته، ولی وزارت خونه های مهم مثل وزارت دفاع، امور خارجه و گاهی وزارت کشور، اینها زیر نظر مستقیم رئیس جمهور هستند. سیاست خارجی، سیاست کلی زیر نظر رئیس جمهوره، اما اداره کشور و امورات داخلی زیر نظر نخست وزیر، چیزی که اکنون در فرانسه هم هست. مسئله این است که شما نگاه کنید جنرال آور که خب سالها جنرال ارتش لبنان بود و ایشون رئیس ستاد ارتش هم بود و بعد هم یه مدتی هم رئیس جمهور لبنان بود، ایشون حدود 15 سال پناهنده بود، در فرانسه زندگی میکرد، البته مورد استقبال فرانسوی ها هم بود، با احترام نگرش داشتن. امروز این آقا 81 سالشه و با کمک و با پشتیبانی حزب الله، حزب الله لبنان الان یک ارتش 10,000 نفری داره که بخشایش در سوریه در حال نبرد با شورشیان یا طرفداران بشار اسد، مخالفین بشار اسد هستند، و در این فرصت هم استفاده کرده با پولهایی که ایران در اختیارش گذاشته، هم در ارتش لبنان و نیروهای پلیس و هم در سازمانهای اطلاعاتی لبنان نفوذ بسیار خوبی داره و در واقع حاکم اصلی لبنان حزب الله است. و میدونید که سال گذشته در، یعنی در چند سال گذشته، یک درگیری رقابتی بین عربستان سعودی و جمهوری اسلامی در لبنان بود، برای اینکه ایرانی ها پیشنهاد کردند به لبنان که حاضرن 1,300,000,000 دلار اسلحه و تجهیزات به ارتش لبنان بدن. عرب ها اینو بالا بردن و حتی سه برابر این پیشنهاد کردن، یعنی یه چیز در حدود 4,000,000,000 دلار، و قرار شد که این پول رو بدن به فرانسه در سفری که آقای اولاند یه سال نیم پیش رفته بود به عربستان، که فرانسوی ها
اسلحه و تجهیزات مدرن به ارتش لبنان بدن. اما در همون آغاز لبنانی ها اعتراض کردن که آره فرانسوی ها میخوان ابزار بنجلشون رو به ما بدن و با پادرمیونی عربستان این مسئله حل شد. یک بخشی از پولها رو عربستان داد و اینها هم یک محموله حدود 800 میلیون دلار فرستادن اونجا. اما سعد حریری که پسر آقای رفیق حریری است که در سال 2005 اتومبیلش هنگام عبور از خیابون از روی یک بمبی از راه دور منفجر شد و کشته شد، که سعد حریری گاهی هم به گردن حزب الله میندازه و همینی که معتقده که این به دستور اسد بوده، نیروهای اطلاعاتی سوریه برنامه کشتن پدرش رو کشیدن. اما خود سعد حریری هم پس از پدرش نخست وزیر لبنان شد، الان هم در انتظاری که نخست وزیری برسه. اما عربستان از سعد حریری زیاد راضی نیست، حتی خشمگینه، و اینی که نتونسته سعد حریری با همه این پولهایی که عربستان به این داده اونجا موقعیتی بهتر از حزب الله فراهم کنه. اما خود همین آقای سعد حریری در پاکستان بود، در عربستان بوده و اونجا یکی از شرکای عمده یه شرکتی است به نام سعودی اوجر که یه شرکت ساختمونی بزرگ، یعنی دومین شرکت ساختمونی بزرگ در عربستان و منطقه خلیج فارس هست و 64,000 تا 56,000 تا کارگر و کارمند داره که اینا حقوقاشون مدت هاست عقب افتاده، سال پیش خیلی سرصدا شده بود اینا. اما عرب ها خشمگین شدن عربستان و اصلا ترک کردن لبنان، در واقع لبنان افتاد به دست جمهوری اسلامی. اما اینو شما عرض کنم که در لبنان یک تشکیلات اطلاعات ارتش آمریکا، تشکیلات بسیار مهم و خیلی کارایی هم هست در منطقه، در لبنان مستقره و اینها به اصطلاح همون اطلاعات نظامی یا بهتر بگم هم رکن دوم قدیم در منطقه جمع‌آوری اخبار انجام میدن، آنالیز اطلاعات میکنن و در ضمن یک توازنی رو اونجا برقرار کردن، در واقع نماینده امریکا هستن در لبنان و الا لبنان تا کنون اصلا پاشیده بود. این به سود اسرائیل هم هست برای اینکه در ارتباط نزدیک با این بخش اطلاعات ارتش آمریکاست در اونجا و اینها خیلی اشراف دارن روی مدیترانه و بسیار از اخبار رو که مربوط به تروریست ها و جا به جایی بسیاری مسائل میشه اینها اونجا رصد میکنن. اما این مسئله الان پیش اومد که حزب الله وقتی که از جنرال آون که زمان اینها رو در واقع دشمن خودشون میدونستن پشتیبانی میکنه و کسانی که در اونجا مثل اون سمیر جعجع و اینها خودشون کنار کشیدن، یعنی همه فهمیدن که آون به اصطلاح انتخاب شده قدرت‌های منطقه‌ای هست و با توافق حزب الله اومده رو کار، چون اگر حزب الله اونجا موافقت نمی‌کرد موندن آون بسیار دشوار بود. خب اینجا ما می‌بینیم که غرب دست جمهوری اسلامی رو در لبنان باز میذاره و عربستان از اونجا غر میکنه میره، حتی سفیرش هم که رفت خداحافظی هم نکرد. از سوی دیگر ما میبینیم که در عراق همین اکنون در موصل طرفدارا یا دستنشوندگان ایران در اون نبردی که در موصل هست شرکت دارن، همون واحدهای هشتل شعبی و امروز هم من شنیدم که ترکمن‌های شیعه که در پس از تسخیر موصل فرار کرده بودند به سمت جنوب، جنوب موصل و به جنوب عراق رفته بودند، امروز وقتی هشتاد شعبی به سمت تل عفر رفته که میدونی نصف جمعیت تل عفر ترکمن‌های شیعه بودند، چون ترکمن‌ها بخششون سنی‌اند، البته اغلبشون سنی‌اند ولی بخش‌هایشون هم شیعه هستند، اینا مورد حمایت جمهوری اسلامی‌اند. یه شخصی به نام آقای علی حسینی که سخنگوی ترکمنهای شیعه هشتل شعبی هست امروز یه پیام داده به آقای اردوغان و گفته که آقا اون زمانی که داشتن شهرهای مثل توس خومان و خوماتو و امرلی، شهرهای ترکمن نشین عراق رو داعش داشت تسخیر میکرد، شما کجا بودی که حالا امروز پیدا شدی و ادعا داری روی موصل؟
این است که این ترکمنها الان حرکت کردن به سمت شمال که بپیوندن به تل عفر و اینجاست که امریکایی‌ها خواستن و میتونم حتی بگم دستور دادن، چون یک ارتباط نظامی تنگاتنگی چند سال است بین ارتش امریکا و نیروهای سپاه پاسدارا و در نتیجه گردانهای شیعه هشتل شعبی و دیگر گردانهای شیعه در عراق برقراره. یعنی در عراق اینها با هم همکاری نظامی دارن، این چند ساله که این کار داره انجام میشه و این هشتل شعبی رفت به سمت مرز سوریه و بتونه راه ارتباطی و پشتیبانی و لوجستیکی که داعش میتونه در سوریه داشته باشه و همینطور راه عبور داعشیان رو از عراق و سوریه به سمت هر دو سو ببنده و در واقع مسیر رو امنیت بده، تأمین کنه حفاظت مسیر رو که پناهندگانی که از موسل فرار میکنن میان اونجا بتونن به محلهای امن یا اردوگاه ها یا به سوریه خودشون رو برسونن. میدونیم که از 17 اکتبر انگامی که نیروهای ارتش عراق و پلیس عراق و کردها، مسیحیان و یه بخش ترکمنها حمله کردن به موسل، از سه طرف موسل رو محاصره کردن، 13 نقطه ورودی یعنی نقطه حمله انتخاب کردن اینا که از این 13 نقطه 7 مربوط به کردها است که از شرق و شمال، 5 رو عراقی ها از جنوب و باز یک گروه مسیحی هستن که اونا هم باز زیر پشتیبانی گاهی ترکیه قرار دارن، از شمال حمله کردن. ولی با کمال شگفتی در اون روز ما دیدیم که غرب موسل رو قرار بود که نیروهای هشتل شعبی مورد حمایت جمهوری اسلامی از اونجا حمله بکنن، از استان نینوا، ولی اونجا امریکایی‌ها خواستن که اینا برن به تل عفر و اون منطقه خالی است. البته گمان من امروز بر این است که این رو اون منطقه رو دستی خالی گذاشتن، خودخواسته بوده که هم شورش هم پناهندگان شهر وقتی میگریزن بتونن از اون قسمت، یعنی از قسمت غرب که هیچ در واقع محاصره نیست، بگذرن و حتی داعشی ها هم که میخوان بیان بیرون بتونن از اونجا خودشون رو برسونن بیرون، که حالا اینا یا دستگیرشون کنن یا از بین ببرنشون دیگه مسائل بین خودمون داره اونجا میگذره. اما این دیشب هم که وارد دیشب یا پریشب وارد موسل شدن و امیدوارم که تا چند هفته دیگه این مسئله تلویزیون موسل رو گرفتن و اعلان کردن که یا داعش یا تسلیم شید یا کشته شد. اینجا هم هست که به ترکیه نقشی ندادن، برای اینکه ترکیه که عضو ناتو بود و دومین عضو ناتو بود از نظر تعداد نیروهای نظامی، پیاده نظامش در واقع ارتش ترکیه چیزی در حدود 800 هزار نفر بود و بیش از 80% بودجه و تجهیزات این ارتش رو هم امریکا و غرب تامین میکنه. پس از ماجرایی که به عنوان کودتای ترکیه پیش اومد، ما میدونیم که در واقع پس از این پاکسازی هایی که داریم میشه مخصوصا در مورد ارتش ترکیه و سازمان های اطلاعاتی، پلیس و دیگر نهادهای دولتی ترکیه، ارتش و سازمان های اطلاعاتی ترکیه در وضعیت ناخوشایندی به سر میبرند. اما گفتگوهایی که آقای اردوغان میکنه گاهی بسیار کودکانه است، همینطوری که میبینید صحبت از این میکنه که موسل مال ترکیه، البته ترکیه عثمانی بوده، از این حرفا. خب برخلاف اون جمهوری اسلامی عاقلانه عمل میکنه. جمهوری اسلامی از همون اندیشه ایرانی که در فرهنگ ما وجود داره در دوران همین کوروش بزرگ بوده. شما ببینید کوروش هر جایی که میرفت و هر کشوری رو چیره میشد و تسخیر میکرد، ادعای ارضی روی اونها نداشت، یعنی حکومتهای اونجا رو خراجگذار خودش میکرد، ولی شاهان و حاکمین اونجا و مذهبیون اونجا رو آزاد میذاشت کار خودشون رو بکنن. امروز هم جمهوری اسلامی شده ولایت یا به اصطلاح وکیل شیعیان جهان و هر جایی که شیعیان هستن کمک میکنه و دخالت میکنه، هرچند که این هزینه‌هایی برای
جمهوری اسلامی داره. از اینا هم همونطور که آقای رفسنجانی هم اقرار کرده بود در مورد سوریه سرسام آوره، اما اون ادعای ارضی رو نداره. در واقع اینها رو با اون فرهنگ شیعی که داره تونسته دور خودش جمع کنه و طرفدارانش هستن. البته زمان محمد رضا شاه هم قصد بر این بود که یه همچین کاری رو بکنه، چون شاه هم همه جا پیدا شده بود سر کلش، از شاخ آفریقا تا یمن و عمان و اینجا. اما شاه مسئله شیعه رو که همین سید موسی صدر که معروف به امام موسی صدر بود، ایشون اولین بار از محمد رضا شاه به نام شاه شیعیان نام برد و شاه هم سالی چند میلیون دلار کمک میکرد به شیعیان فقیر و بدبخت جنوب لبنان، ولی خب خیلی هم محبوب بین اونها نبود و به دلیلش هم این بود که با اسرائیل روابط نزدیکی داشت و با امریکا. ولی پس از اون در همون زمان هم طرفدارای خمینی و گروه های مذهبی در جنوب لبنان فعال بودن، مثل مصطفی چمران و اینا، شما سابقه میدونید به خوبی. و پس از اون هم ما دیدیم که ارتباطات نزدیکی بین روحانیت، حکومت جمهوری اسلامی و اون شیعیان لبنان بدون هیچ دردسری وجود نداره و اینها کمکاشون هم تازه بیشتر کردن. اما در این زمینه ترکیه از ایران عقب افتاده و یه مقدارم چون فاصله گرفته به دلیل نزدیک شدنش با روسیه، این مشکل رو عدم اطمینان بین کشورهای غربی و اروپا و امریکا پدید آورده. اما مسئله مهمی که اینجا پیش میاد، میبینیم که چرا غرب حضور جمهوری اسلامی رو در سوریه داره تحمل میکنه. میدونید که من گمانم بر اینه که به نظر من غرب، امریکا این اهرم‌های فشار رو داشت که ایران رو از سوریه بیرون کنه. ما دیدیم که در مسئله برجام اتمی ایران به جایی رسیده بود، طبق گفته های همین آقای دونالد ترامپ که چندی پیش گفته بود که ایران در واقع نعش بر زمین بود و آقای اوباما نجاتش داد با ارسال پول و غیره و برجام و از این حرف، و میتونست این کارو بکنه. اما غربی ها، من الان دیگه نمیگم جنگ میان عربستان و ایران جنگ نیابتی است، به نظر من دوران جنگ نیابتی عربستان و ایران هم تموم شده، چون عربستان از لبنان عقب نشینی کرد، در سوریه تقریبا فعلا باخته، در یمن هم مدتی است که زیر حملات موشکی یمنی ها حوثی ها قرار گرفته و البته اون موشکی اینا میگن به مکه دروغه، برای اینکه اینا به جده زدن، هرچند که فاصله که بین اون نقطه‌ای که اینها موشک رو پرداخت کردن به هم به مکه و به هم جده یک اندازه است. اما در آغاز هم در خبرگزاری های معتبر صحبت از جده است. اینها میخوان اینو برگردونن به مکه که از نظر اسلامی اینها رو کافر بنامند و این تبلیغات رسانه‌ای است، تبلیغات و جنگ به قول معروف ضد اطلاعاتی که دارن دزانفورماسیون به قول اینا دارن به خورد مردم میدن. اما در اونجا موقعیت خوبی نداره. این جنگی که یک سال نیم پیش شروع کرد به 10 روزه قرار بود تموم بکنه، الان یه سال و نیم ادامه داره، 10,000 یمنی و کودک مردن، عملات وحشیانه که داره انجام میده و نتیجه نداره و نخواهد هم داشت. حالا الان هم ممکن اصلا موقعیت اقتصادی عربستان که خراب شده به خاطر یکیش همین جنگی که هزینه‌های، چون اینا تمام خلبان ها و مزدوران پاکستانی و اسرائیلی و فرانسوی و اروپایی و هندی و اینها رو به خدمت گرفتن، اونجا دارن اونا براشون می جنگن. این است که از نظر اقتصادی هم می دونید عربستان 100 میلیارد از ذخیراش برای بودجه سال گذشتهش برداشت و این در همه جا تقریبا عربستان یه عقب نشینی در مقابل جمهوری اسلامی تا حدی انجام داده. حتی تهدیدات نظامی هم کارساز نیست. دیدید که چندی پیش یک مانور دریایی اینا شروع کردن و قرار بود بیان از حاشیه خلیج فارس و اونجا مانور بدن و ضد تروریست و اینا، ولی دیدیم هیچ سر صدایی از این مانور در نیومد. در واقع یه مانور یواشکی و پنهانی بود و یه جوری همون دوربر خودشون تو آپا چرخیدن و رفتن، چون جمهوری اسلامی هم اختار کرده بود که اگر اینا وارد آپای ایران بشه کشتی هاشون اینا میزنن.
و نیومدن. در واقع مانورشون هم حتی نتونستن، یعنی حتی در قادر به انجام یک این کارهایی هم که اعلام میکنن نیستن. این است که چرا امریکا و غرب دست جمهوری اسلامی، یعنی راضی شدن یا تحمل میکنن حضور جمهوری اسلامی رو در سوریه. این به دلیل این است که جمهوری اسلامی، یعنی اصولا ایرانی ها، اصولا با همه روابط حالا گرمی که اینا ظاهرا با روسیه دارن، همیشه دولت های ایران از زمان قاجار، پهلوی و حتی همین جمهوری اسلامی یه نگرانی و عدم اطمینانی به روسها دارن. جمهوری اسلامی هم میدونید در طول 38 سال گذشته تبلیغات بسیاری علیه غرب انجام داد و ولی نتونست، من اینو اینطوری عنوان میکنم که نتونست مردم رو علیه غرب منحرف بکنه و مردم ایران هم که میدونید بیشتر غرب گرا هستن. بخشی از این حکومت هم که مثل آقای روحانی یا اصلاح طلبا اومدن سر کار، در واقع اینها هم غرب گراییشون اصلا پنهان نمی کنن. باید خاطرتون باشه که در ژوئیه گذشته آقای جان برنان رئیس سازمان سیا در یک انستیتوی که در واشنگتن مربوط به مسائل امنیتی بود سخنرانی میکرد، نیم ساعت از برنامهش رو فقط به ایران اختصاص داد و به طور علنی از ریاست جمهوری آقای روحانی برای بار دوم پشتیبانی کرد و گفت ما تمام حرکات جمهوری اسلامی رو در انتخابات زیر نظر خواهیم داشت. و برای همینه که شما الان میبینید در ایران هیچ کدوم اون تونرویان و به اصطلاح اونایی که اهل میگفتن بنیادگرا هستن، هیچ کدوم دیگه خودشون کاندید نکردن، اصلا صحبت از کاندیداتوری اونها نیست. همه فهمیدن که حسن روحانی باید انتخاب بشه، اگر حسن روحانی هم به هر ترتیبی نباشه یا انتخاب نشه، یکی باید مثل اون بیاد و الا غرب همین کارهایی که دارن انجام میدن الان در رابطه با معاملاتی که با ایران در جریان، اینها رو تمام معوق میکنه. و آقای خامنه‌ای هم میدونه که در درون با بحران اقتصادی و نارضایتی عمومی مردم روبرو. شما دیدید که چند روز پیش مردم رفتن سر آرامگاه کوروش و در واقع پیام نارضایتیشون رو از رژیم و از فساد عمومی که در همه زمینه‌ها، این فساد هم مالیه و هم دیدیم که فساد جنسی و اجتماعی و انسانی هم در ایران در جریان هست، نارضایتیشون اعلام کردن. اینها میدونن که مردم برانگیختن و اگر این در واقع مشکلات اجتماعی مردم درمون نشه، باز این چیزها رو خواهند داشت. اما به خاطر همین هست که وجود جمهوری اسلامی، نیروهای جمهوری اسلامی رو در سوریه نه تنها اکنون تحمل میکنن، تا روزی که روسیه اونجا باشه اینها مایلن که یه گروه دیگری که میتونه آزاردهنده روسها باشه. شما میدونید با همه این حرفا جمهوری اسلامی و روسیه در سوریه دوستن، ولی اینا دشمنانی هستن که به صورت تاکتیکی با هم دوستی میکنن. این زمانی است، برای اینکه ایران و روسیه دو رقیب انرژی در جهان هستن با هم دیگر، یعنی در مورد نفت و گاز این دو کشور با هم رقیبن. به خاطر همین هست که غرب ترجیح میده که یک عاملی مثل ایران که در آینده به دامان غرب خواهد افتاد، لااقل پس از مردن آقای خامنه‌ای به دامان غرب خواهد افتاد و این سپاه قدس و پاسدارا پیاده نظام ناتو خواهند شد به طور غیر مستقیم در منطقه خاورمیانه، چون طرحی هست برای کشیدن دو لوله، خط لوله گاز. یکی از این خطوط لوله در واقع میدونید که اروپای غربی که هم پیمان امریکاست و در ناتو عضو هست، خب این به گردن امریکاست از نظر اخلاقی و دوستی که انرژی اینها رو تامین کنه، امنیت انرژی رو. گاز روسیه از شمال از اوکراین رد میشد و به آلمان میرسید و سپس در جنوب تقسیم میشد به این کشور اروپایی. اما شیر این گاز دست آقای پوتین و حاکم بلامنازع روسیه و هر آن بخواد این شیر رو میبنده.
تازگی هم قراردادی با ترکیه بستن که یه خط لوله دیگه از دریای سیاه اینا عبور بدن جنوب روسیه به سمت اروپا که از ترکیه میگذره و از بلغارستان سر در میاره. خب البته بلغارستان الان دیگه جزء و پیمان برشوی شوروی نیست و جزء در واقع ناتو برسه به اروپا. اما بیشترین منابع گاز جهان در خلیج فارس است بین ایران و قطر، یعنی حدود 25 میلیارد متر مکعب در سال این دو کشور اکنون دارن. ببخشید، تا سال 2024 پیش بینی شده که تولید گاز ایران به 360 میلیارد متر مکعب در سال برسه. گویا الان یه چیزی زیر 200 میلیارده و اینا در واقع یه منبع درآمد بسیار هنگفتیه، چون شما الان میبینید که از سال 1970 که گاز استخراجش در ایران آغاز شد در زمان محمد رضا شاه، اینها خط لوله‌ای به روسیه شوروی کشیدن و یه مقدار در ازاش کارخونه ذوب‌آهن و تسلیحاتی از قبیل توپخانه و ماشین‌های خودروهای نظامی از روسیه شوروی اون زمان می‌گرفتن. اکنون هم مقداری خط لوله به کشورهای شمالی که در ایران سابق جزء روسیه بودن میره، اما بخشش هم مصرف داخلیه برای اینکه اغلب جای ایران و شهرها و دهات‌ها لوله‌کشی گاز شده. اما اروپا به گاز نیاز داره و این گاز رو میتونه از خلیج فارس بیاره به سمت جنوب اروپا که دیگه مطمئن باشه. اما این خط لوله رو اجازه بدید من از روی این نوشته بخونم برای اینکه این یه مقداری خط لوله ایران قرار هست که از جنوب غربی ایران، یعنی در سمت خوزستان، به عراق و سپس به جنوب غربی سوریه وارد شه، یعنی از حدود بغداد میگذره میره جنوب غربی سوریه و به بنادر سوریه در مدیترانه بره و از راه دریا از شمال قبرس، جزیره قبرس بگذره و به یونان بره و از اونجا وارد جنوب اروپای غربی بشه. خب ما میبینیم که در این خط لوله هم عراق هست و هم سوریه. خب ما الان هم میبینیم که چند سال هم عراق و هم سوریه گرفتار یک گروهی به نام داعش شدن. اینا رو با در نظر بگیریم، خط لوله مال حالا نیست، این تر چند سالی است که این برنامه بوده. اما خط لوله که قطر داره یه مقدار دشواره برای اینکه قطر در جنوب خلیج فارس، قطر قراره که این خط لولهش به عربستان بیاد. متاسفانه نمیدونم، امروز ما مشکل عدیده داریم. بذارید دوباره بگیریم. دوستان در حال گفتگو با آقای فرامرز دادرس بودیم که متاسفانه این ارتباط قطع شد. نمیدونم چه باید کردش رو نمیدونم، فقط باید تلاش کنم. بله ایشون از ایر بیرون رفتن، اینترنتش قطع شد. آره این همون چیزیه که اوباما راجبش حرف میزنه و معتقده که آمریکا از این بابت میتواند بر جهان سیطره داشته باشه، یعنی از همین سیستم آیتی و اینترنت و مسائل پیرامونیش که آمریکا رو تبدیل کرده به یک ابرقدرت جهانی. و متاسفانه نمیدونم به چه دلیل. بذارید یه زنگی بزنیم با آقای دادرس ببینیم که مشکلش در کجاست.
خود این ماجرای اسکا. من بد شدم. بله بله متوجه هستم. بله اجازه بدید چند لحظه من بسیار خوب اجازه بدید من ببینم. بله بذارید من شما رو حتما از این طریق روی خط خواهم آورد. بذارید من فقط پیدا بکنم. بذارین این کار رو انجام میدیم. چشم. بله آقای دارس ما آماده هستیم. من وقت شما آماده این بفهمین که ما بله بله همین تا داستان این که فرمودید قطر میخواد که لوله گازش رو از عربستان عبور بدهد. نه بفهم عرض بزنی شما قطر ناچار خط نیلش از عربستان و سپس از اردن عبور بده و از جنوب سوریه رد کنه و بعد به شمال این کشور یعنی در واقع جنوب ترکیه در منطقه غازی انتف وارد نزدیکای استانبول بشه و شمال غربی ترکیه برسه به بلغارستان. دوباره همون خط نیلش که ترکا قراره برای روسا بکشن. اما اینجا باز ما میبینیم که نام سوریه میاد و این هست که در نظر من آقای پوتین هوشیار شده و رفته جایی نشسته که این لوله گاز هم ایران میخواد رد شه از اونجا و هم لوله گاز قطر اگر قرار روزی اینها به طور جداگانه گاز بکشن، چون ممکنه اگر روابط اینها خوب بشه هر دو کشور مثل قطر و ایران از یک خط لوله گاز استفاده کنن. ولی همینه که این اهمیت استراتژیکی عراق و به ویژه سوریه مشخص میشه و این جنگی که امروز ادامه داره و جنگ خونینی هم هست بین نیروهای مختلف در واقع جنگ نیابتی است بین امریکا و روسیه. اینجا دیگه مسئله عربستان و ایران دیگه کهنه شد. این است که در این انگام ما تشخیص میدیم که ایران از بسیاری به اصطلاح جناح نزدیک به غرب و همینطور داره با روسیه هم یک سیاست کجدار و مریض و بارزی میکنه چون جای دیگه ای تکیگاهی نداره. اما این مسئله مهمی که تا چند روز پیش اتفاق افتاد این است که در اتحادیه اروپا اینها یک طرحی رو به اصطلاح پیشنهاد کردن. این طرح من الان اینو طرح اروپا رو بیارم که من چندی پیشم یک مطلبی نوشتم شما روی سایتتون اینو منتشر کردید. یک گزارش 25 صفحه ایست که از سوی کمیته روابط خارجی اتحادیه اروپا زیر عنوان استراتژی اتحادیه اروپا برای ارتباطات با ایران پس از مذاکرات اکنونی. این خدمتتون عرض کنم که الان ایران جمهوری اسلامی از نظر سیاست خارجی با قدرت‌های بزرگ بسیار نزدیک و هیچ مشکلی نداره. الان مشکلات جمهوری اسلامی بیشتر درون کشور هست، از نظر اقتصادی، از نظر نارضایتی عمومی مردم، فسادی که در همه ابعاد کشور رو گرفته و به هر حال اختلافات داخلی که بین
گروه‌هایی در اونجا برای دست گرفتن قدرت از جمله سپاه پاسدار است. ببینید من پیش بینی کردم که این خط لوله اگر قرار باشه که با کمک اروپا کشیده بشه، این کنتراتش رو میدن به همین سپاه پاسداران که در ساختن این تاسیسات یه پولی به جیب بزنن، اینا رو آروم میکنن و پس از اینی که خط لوله هم کشیده شد، چون میدونی از سرزمین‌های مثل عراق و سوریه میگذره که اونجا امنیت، حالا تا بخواد امنیت اونجا برقرارش سالها طول میکشه، همین سپاه قدس میشه نگهبان خطوط لوله گاز و با تجربیاتی که در مقابل در منطقه دارن و ضد بسرا تروریسم در اون منطقه آشنا هستن، از اینا به عنوان پیاده نظام خط لوله و ناتو استفاده میکنن. اما این گزارش 25 صفحه‌ای که در سه شنبه 25 اکتبر یا 4 آبان قطعنامه عادی سازی روابط اتحادیه اروپا بود، در پارلمان اروپا با 457 رأی موافق، 174 رأی مخالف و 67 رأی ممتنع تصویب شد. پیشنویس این طرح شخصی به نام ریچارد هویت، نماینده حزب کارگر بریتانیا و از نزدیکان آقای جرمی کوربین رهبر این حزب تهیه و تدوین کرده است. اما براتون بگم که مسئولین اصلی تهیه این گزارش دو ایرانی هستند که حتما شما هم میشناسید و برخی شنوندگان و بینندگان ما هم اینا رو میشناسن. این دو ایرانی، یکی به نام روزبه پارسی است و خانمی به نام دینا اسفندیاری. میدونید پارسی برادر اون تریتا پارسی است که در امریکا مدیر سازمان نایاکه یا شورای ملی ایرانیا. تریتا پارسی از لابی‌های رژیم نزدیکی زیادی با رژیم جمهوری اسلامی داره، با کاخ سفید مرتبطه، با سازمان اطلاعات مرکزی امریکا CIA روابطی داره، با شماری از نمایندگان کنگره و سنای امریکا در ارتباطه و ایشون باز اگه خاطرتون باشه به طور غیر رسمی در مذاکرات اتمی هیئت ایرانی و پنج به اضافیه که در ژنو و اتریش ویان برگزار میشه ایشون شرکت داشت، در کنار برادر آقای روحانی هست، در کنار ظریف و دیگران دیده شده، عکساش هست. و البته 7-8 سال پیش این آقا بنیان یک به اصطلاح لابی رو در اروپا ریخت، در واقع یه شعبه بدون سر و صدای نایاک در اروپا است که برادر ایشون که ساکن سوئد، چون اینا در سوئد بزرگ شدن و گویا ادعای پیروی از آیین زرتشت رو هم دارن. اما خانم دینا اسفندیاری این خانم جوانیه، ایشون در انگلیسه و گاهی ازش به عنوان محقق انستیتوی بین المللی مطالعات استراتژیک در لندن نام برده میشه. البته این عنوان ها رو رادیو فردا رو ایشون داده، چون مرتب رادیو فرداست که این خانم رو لانسه میکنه، باش گفتگو ترتیب میده، معروفش میکنه. اما اینها به عنوان این تشکیلاتشون رو به عنوان گروه پژوهش اروپایی ایران در سوئد نامگذاری کردن. خب ما دیدیم که چه کسانی در تهیه و تدوین این گزارش و این طرح دست دارن. اما مسائل مورد گفتگویی که میان اتحادیه اروپا و امریکا قرار است انجام بشه در ماه دسامبر بسیار مهمه. ببینید پس ما نتیجه میگیریم که امریکا با این طرح موافقه، ولی چون خودش ارتباط ظاهرا خوبی با ایران نداره، این رو به عهده اروپایی ها واگذار کرده. البته خود اروپایی هم به این معتقدن، اینو میگن. از جانب دیگه من گمان میکنم که با این ریزکاریه که من خدمتون عرض کنم، هم اسرائیل ها موافقن و هم در واقع اون تهدیداتی که اسرائیل ها نگران بودن رفع میشه و هم عربستان سعودی. بنابراین یه تحلیلی که خیلی فراگیره، گفته میشه در مورد خود مسائل ایران، عراق، سعودیه، همکاری در زمینه انرژی یعنی نفت و گاز، وضعیت سیاسی، تقویت دولت حقوقی و دموکراسی در ایران،
رفع تبعیض علیه زنان در عرصه‌های مختلف، محیط زیست، مدیریت منابع آب، توسعه دراز مدت، روابط اقتصادی و تجاری، سیاست خارجی و امنیتی مشترک، مبارزه با ترافیک و مواد مخدر، پیوستن ایران به موازین گروه ویژه مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، شفافسازی در معادلات و مناسبات اقتصادی در ایران، امنیت منطقه‌ای، سیاست اتمی، ایمنی هسته‌ای، آزمایش‌های موشکی ایران، روابط اروپا و ایران، حذف مجازات اعدام از قوانین کیفری ایران می‌باشد. البته نوشته بود که پارلمان اروپا امیدوار است که همکاری‌ها به سوی رفتار مناسب ایران در منطقه باشد و رعایت حقوق بشر. دیدید که در چند روز گذشته سر و صدایی به وجود اومد. آقای داریجانی یکیشون گفت ما اجازه نمیدیم دفتر، چون یکی از شرایط اصلی اینها و فکر می‌کنم نخستین شرطشون ایجاد یک دفتر اتحادیه اروپا در تهران. اینا گفتن ما دفتر اقتصادی می‌داریم ولی حقوق بشر نه. بعد روز بعدش آقای شیخ حسن روحانی گفت ما حاضریم در مورد حقوق بشر هم مذاکراتی بکنیم. و آقای محمدی جلاد وزارت دادگستری هم ایشون اظهار داشتن که بله ما اعدام‌های زیادی کردیم ولی نتیجه نداشته، ما باید فکر دیگری بکنیم. یعنی در واقع داره میگه که زمینه لااقل برداشتن اعدام در علیه قاچاقچیان مواد مخدر و اینها خواهم پذیرفت. اما من نام این طرح رو بر جام دوم گذاشتم با اندک تغییراتی در پشت پرده و ملاحظات این طرح هم اجرا خواهد شد، همینطوری که آقای روحانی هم پس از برجام گفت ما به برجام مشترک ملی هم نیاز داریم. گمانم اشارش به همین پشت پرده های سینا چند سالی هست که این مسئله رو دارن با هم بهش میرسن. اما مذاکراتی که جمهوری اسلامی داره با این انجام میده، در پایان این مذاکرات یک 8 اینجا بهش میگن رکومانداسیون یا ریکومندیشن احتمالاً به انگلیسیش میشه، یعنی سفارش شده. این 8 رو من برای اینکه وقت شما و شنوندگان ایرانی و بینندگان رو نگیرم سریع به اینا اشاره میکنم که بفهمید جمهوری اسلامی یک بار دیگه و این آخرین شانس جمهوری اسلامی است و این در واقع کمکی است که پس از جریان گوادلوپ یک بار دیگه دارن اروپایی ها برای جمهوری با جانشینان وارثین آقای خمینی انجام. اتحادیه اروپا گفته که اروپا و ایران نیاز به یک گفتگوی استراتژیک و سازنده دارن. استراتژیک در اینجا به معنی این است که چون توضیح میدن که فراتر از این لیست گفتگویی که الان برشمردم که معمولا مورد اختلاف هم هست، نگاهی با وسعت زیاد و تعیین اهداف آینده دراز مدت برای نوع ارتباطات دو طرف مذاکره و مایل به داشتن مذاکره در چارچوب و امکانات به طور مرتب و اجرای آن در سطح تکنیکی برخورد در زمینهای مختلف و همینطور یک برنامه رسمی برای ادامه رسیدن به نتایج و مبادله آن. اینها معتقدند که استقرار یک هیئت دائمی در تهران برای اروپا حقیقتاً یک روابطی رو با ایران به طور مستقل و خارج از روش‌های آمریکایی ایجاد می‌کنه. به همین دلیل است که کمیته‌های کاری می‌خوان برای این منظور در نظر بگیرن که مرتب اینا در ارتباط باشن در بالاترین سطح سیاسی و اینا مایلن یک روابطی مستقیم بین پارلمان اروپا و پارلمان ایران، مجلس جمهوری اسلامی و خارج از مسائل سیاسی که داره در جهان اتفاق میفته و تأثیر منفی داشته در بین روابط ایران و اروپا، اینها انجام بدن و به قول خودش این کج‌فهمی ها رو که طرفین مثلا جمهوری اسلامی نسبت به اتحادیه اروپا داره اینا چیز کنن، به اصطلاح برکنار کنن. امروز هم شنیدم که وزیر تجارت انگلیس گفته که پس از سقوط اتحاد شوروی دومین بازاری است که باید ازش استفاده کرد، مربوط منظورش به ایران بوده و خیلی تشویق کرده که برن و اونجا سرمایه گذاری کنن از این حرفا. اما اشاره شده که به این مبادلات ارزشمند و موثری که بین
نهادهای ایران به طور مستقیم با اروپا برقرار میشه بتونه کمک موثری در زمینه حقوق بشر و در زمینه حقوق زنان کار و این چیزا ایجاد بکنه. اما اینها هم میگن که ایران مشاهده شده که در ایران یک کمبود شناخت نسبت به یا همون کج‌فهمی درک نهادهای اروپایی وجود داره، چون میدونید ایرانی ها جمهوری اسلامی مرتب همه رو متهم به نمیدونم عامل صهیونیست و عامل امپریالیست ولی حرفا میکنه در واقع اصلا اینها رو نجس میدونه به نوعی. به خاطر همین است که اینها تا کنون نتونستن روابطی که شایسته و بایسته بوده و بتونه در ایران هم تغییرات ایجاد بکنه، مثل برمه مثلا، مثل اون خانم لانسوچی یا همچین نامی داشت که بالاخره رئیس جمهور شد، حالا البته زیر نفوذ نظامی هست، ولی خب به هر حال اینها هم خیلی ماهرن در مورد منابع گاز طبیعی ایران خیلی گفتگو بکنه، همین پروژه‌ای که عرض کردم. و میدونیم که این چیزایی که اینا در نظر گرفته بودن پیدا کنم پس از این اینا ترجمه کردم من امروز برای کار شما بعد هم گفتن که یک زمینه کاری در زمینه سیاسی و برنامه های نهادینی که انستیتوشن های اروپایی دارن و یک مبادله میان پارلمانی، میان پارلمان اروپا و مجلس ایران، میان نهادهای منتخب نوشته که همواره گروگان مسائل سیاسی جاری بودن و این کمیته‌های مشترک پارلمانی میتوانند به درک بهتر و متقابل کمک کنند. و اینا میگن که این روابط باید در بالاترین و ولی به سادگی برگزار بشه. روی مسائل فرهنگی، مبادلات دانشگاهی، دانشجو، استادان، برنامه‌ریزی و رفع رسیدگی و رفع مشکلات اجتماعی ایران، همینطور افزایش مبادلات اقتصادی که تأثیر در حال حاضر میگه تأثیر برد برد داره، یعنی دو طرفین بهره‌مند میشن. و صحبت از این است که در سه زمینه بزرگ، یعنی انتقال تکنولوژی، چون دیگر اینها گفتن باید روابط ما با ایران دگرگون شه و صحبت از صنعت مونتاژ نیست، صحبت از انتقال تکنولوژی است. چون شما میدونید دیگه مسائل عوض شده، همین اروپا و امریکا بودن که به چین تکنولوژی نوین رو دادن، حتی به روسیه دادن. چندی پیش یک شرکت روسی رو اینها تحریم کرده بودن و بعد دیدن که خود امریکایی نیاز دارن به تولیداتی که اون داره انجام میده، اون تحریم رو برداشتن. و الان هم میدونید که انتقال تکنولوژی بهتر، ارزونتر و باصرفه‌تر در میاد در منطقه و ایران هم کارگر بیکار زیاد داره و میتونه یکی از در واقع کشوری بشه که این کارگران مثل هند و دیگر کشورها، چون استعدادهایی هم در ایران وجود داره از نظر تکنولوژی و علوم، ایرانی ها میتونن درخشان باشن و در حقیقت نیروی کار ارزون برای اروپا و امریکا رو اینا تأمین خواهند کرد. این مسئله هست که در مورد مشکلات محیط زیستی هست، بهداشت عمومی، عوامل آلوده کننده به اصطلاح محیط زیست، زمینه انرژی، مشکلات شهری و مدیریت منابع آب. و مهمتر از همه اینها گفتگوها در زمینه ساختار امنیتی جدید در خاورمیانه است. یعنی ببینید داریم اینجا برخورد میکنیم که اینها یک طرح امنیتی جدیدی برای خاورمیانه، یعنی امریکا و اروپا، قوی در نظر دارن. و همین بود که خانم موگرینی اول رفت ایران و بعدم به عربستان. بنابراین این تغییرات امنیتی در سطح منطقه خاورمیانه وجود خواهد اومد. اینو توجه من در اینه که به این مسائل اهمیتی نمیشه داده نمیشه، این گزارشات رو حتی مایل نیستن بشنوند و حتی راوی این گزارشات رو متهم میکنن که مثلا آقا اینا عامل جمهوری اسلامی هست، حتی حرفایی که شما همینجا دارید میشنوید دیگه. در واقع ایرانی ها همون هستن که میگن انشالله گربه هست. این طرح به بقای جمهوری اسلامی در واقع کمک میکنه، اما جمهوری اسلامی که اینها مایل بودن، یعنی هنوزم مایلن که خارجی ها بیان جمهوری اسلامی رو سرنگون کنن،
چون خودشون رو ناتوان میدونن. در صورتی که سرنگون جمهوری اسلامی ما دیدیم در روزی که دور آرامگاه کوروش جمع شدن، اگر این اتفاقات تکرار بشه و شدت پیدا کنه جمهوری اسلامی میتونه سرنگون بشه، البته با سازماندهی. براتون عرض کنم چند روز پیش من یه گفتگوی رو از یه شخصی هست به نام آقای ژاک اتالی که ایشون یه اندیشمند فرانسوی است که مشاور سیاسی آقای میتران بوده در سال 80 و بعدش هم الان هم مشاور این آقای فرانسوا هولانده. ایشون در گفتگوش میگفتش که مردم فرانسه به دنبال یک انقلاب هستن، اما اضافه کرد که نه انقلاب یعنی مثلا انقلاب کبیر فرانسه، یه انقلاب خردمندانه و هوشیارانه. این مردم فرانسه تغییرات رو میخوان امروز با این مسائلی که در اروپا اتفاق افتاده، اما میدونیم که اینجا انقلاب در پای صندوق‌های رأی انجام میشه. و من به فکر افتادم که ای وای، ایرانی‌ها هم حتما خواهان یک انقلاب، تغییر، دگرگونی بزرگ در کشور هستند، اما چشمشون از سال 57 ترسیده و این است که یه مقداری باید ایرانی‌ها به خودشون امیدوار باشن نه به خارجی‌ها. و این استفاده میگه که ساختار امنیتی جدید در خاورمیانه شروع شود، البته با خلیج فارس میگه آغاز، یعنی بلافاصله این ساختار امنیتی جدید رو با استفاده از تجارب بزرگ اروپا و سازمان امنیت و همکاری اروپا و مبادلات چند جانبه اتحادیه اروپا، این روابط رو با بازیگران اصلی منطقه مثل خود ایران، عربستان و کشورهای پیرامون خلیج فارس در مورد امنیت اتمی، مبارزه علیه مواد مخدر میگه، اما فراتر از اون میگه که گفتگوهای میان اروپا و ایران باید همینطور از دل مشغولی‌های کنونی خاورمیانه هم فراتر رود. اینها از ایران انتظار دارن که در ثبات افغانستان کوشش کنه و میانجیگری کنه در بحران میان ارمنستان و آذربایجان. بنابراین برای جمهوری اسلامی اینها یک نقشی رو پیدا کردن. این طرح هم با کمک جمهوری اسلامی و لابیش برادران پارسی و موافقت نهایی امریکایی‌ها و حتما اسرائیل و عربستان هم با این وضع، وقتی ایران بچه سرگرایی بشه جمهوری اسلامی، اینو بود چیزی ندارد. بنابراین مسئله براندازی و جنگ علیه ایران در حال حاضر کنار گذاشته شده، اگرم طرحهایی بوده یا خیالاتی بوده اینها بجز به نظر من همون فراواقع بینی است، اینها چیزایی است که بیشتر حالت توهم داره. نه، ایران رو به عنوان یک بازیگر میخوان در منطقه روش حساب کنن و تغییرات امنیتی در خاورمیانه و خلیج فارس هم به زودی اجرا خواهد شد. من گمان میکنم که این اپوزیسیون ما هم بایستی همچنین پوست اندازه، مخالفین ما هم بایستی یه خورده، مخالفین جمهوری اسلامی هم بایستی یه خورده گوشهاشون رو باز کنن و راهکارهای تازه ای رو برای مبارزه با جمهوری اسلامی در این دوران جدید، در این دورانی که تغییرات بزرگی ایجاد شده پیدا کنن. ناامید نباید بشن، مبارزات رو باید به درون کشور و ارتباطات رو با درون بایستی برقرار کرد. مشکل اپوزیسیون ما این بوده که تمام تخم مرغ‌هاشو در سبد امریکا و امکالکه امریکا در واقع مثلا اسرائیل گذاشته و الان که امریکا قصدی برای سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی نداره، اینها هنوز دلشون به این خوشه که شخصی آقای ترامپ بیاد یا خانم کلینتون بیاد و گمان نمی کنم که اینها هم لشکرکشی بکنن برای ایرانیه که در خارجن یا بخوان اون منطقه رو بیشتر از این به هم بریزن، چون بازخواب‌هاش در عملیات تروریستی که در آینده هم باز تکرار خواهد شد در اروپا ما داریم می‌بینیم. داعش پس از سوریه و عراق برخواهد گشت، اونایی که از اروپا رفتن به اینجا و خطرات در پیش هست، من اطلاع دارم اقداماتی داره از حالا انجام میشه. اگر فرصتی هست در خدمت هست. بله، ممنونم از شما. عرضم به حضور شما که نه، جامع بود، کامل بود و وقت هم به ما اجازه نمیده. از شما تقاضا میکنم که به ما یه رخصتی بدید در فرصت دیگر این مسئله رو با شما دنبال بکنیم. پس من برای اون چیزی که فهم کردم این استش که نگاه قدرت‌های جهانی به جمهوری اسلامی
با اون چیزی که ما در ذهنمون هست دو تا نگاه مختلفه، ولی یادمون باشه که نظام‌هایی در دنیا مثل همین نظام بن علی در تونس بود یا نظام مبارک در مصر بود که در اوج قدرت بودن، گزارشان نشان میداد که ثبات در اونجا برقرار است، امنیت اقتصادی در تونس برقرار است، ولی ناگهان دیدیم که یه حرکتی آغاز شد و بن علی از اونجا به عربستان پناهنده شد و اینا هیچ کدومش دلیل بر هیچ چی نیست. و همونطور که شما گفتین میشود نارضایتی در درون ایران زیاد است، این حکومت فسادش خودش یکی از دشمنای اصلی نظام همین فساد خودشه و میشود با یک سازماندهی این حرکت رو شتابان کنیم. به حال از حضورت ممنون و سپاسگزارم از اینکه این رخصت رو به ما میدی که از تجربه و دانش شما استفاده کنیم. ازت ممنونم. برای خودت، عزیزانت و خانواده معززت آرزوی بهترین دارم تا فرصت دیگه. منم از شما سپاسگزارم که وقت رو میدید که لااقل این پیام ها رو گوش همیهنانمون برسونید. حتما. متشکرم از شما. ممنونم. شب و روز شما خوب. خدا. بها شنیدیم صحبت های آقای فرامرز دادرس رو و دیدیم که میگوید که اگر کسی این گونه حرف بزنه فورا متهم میشود به طرفداری از جمهوری اسلامی، در حالی که بایستی تغییر کنیم و بهترین راه حل اون استش که به نظر من اون استش که دکتر عرفانی مطرح میکنه، یعنی که پیوستن به احزاب و سازمان ها و این درد بی امان تک تک دوا نمی شود، این درد مشترک است. جزایر پراکنده است، اینا بایستی که با همدیگه وصل بشن، تنها راهش هم پیوستن به سازمان ها و احزاب است. حزب ایران آباد آقای دکتر عرفانی، حزب سکولار دموکرات ایرانیان آقای دکتر اسماعیل نوریالا و همپیوندانش به حال و سازمان های دیگری که وجود دارن بستگی به سلایق شماست و سابقه این آدم هایی که مدعی این داستان هست، نه مثل اون یارو قلابیه که انجمن پژوهشگران داره. وقتی ازش میپرسیش خب این انجمن تو چند نفره، میگه من خیلی کنفرانس گذاشتم. ممنون و متشکرم. به حال اگر این برنامه مورد توجه شما نازنینان واقع شد که نگاه میکنم خیلی واقع شده است و ممنونم از تک تک شما نازنینان. میدونی که لینک ها رو در شبکه های اجتماعی هم از فیسبوک و تویتر و گوگل پلاس و حتی در کانال تلگرام هم قرار میدهیم. شما هم مهر کن این کار رو تکرار کن. راحت ترین کار اینه که به فیسبوک ما بیایی یه لایکی بزنید و عضو صفحه پیج ما بشوید. من نمیدونم چه کار سختیه که نمیکنی. برای خبرها، دیدن ویدیوها، لینک های مرتبط هم دعوت میکنم به مردمریپورت.net بروید و خبرها رو اونجا بگیرید. بزرگترین و بازدارترین مشکل ما مسئله مالی ماست. ما می توانیم. ببین الان امروز نمونه های خوبی بود از این داستان. الان نگاه می کردم دیدم که برنامه آقای مصداقی رو 21,000 نفر مال هفته پیش رو بالای 21,000 نفر نگاه کردم و یک در حقیقت اندازه و معیار خوبی دست ما می دهد. می تونیم با کمک هم این صدا رو رساتر کنیم. نیازمند کمک مالی هستیم. این کار رو انجام بدهید. اجازه بدید که نام شما هم در زیرنویس برنامه ها قرار بگیره و زینت بخش این زیرنویس ها بشود. بازم ازت ممنونم. با آرزو این که روز و روزگار اونجوری که دلتون میخواد براتون باشه از حضورت مرخص میشم. متشکرم.